سلام بر شما به برنامه این هفته ایران و جهان در هفته که گذشت خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. در برنامه این هفته نگاهی خواهیم داشت به گفته های مسئول روابط عمومی سپاه در رابطه با رزمایش های یگانی سپاه پاسداران و نیز گزارشی داریم از اظهار نظر علی سعیدی نماینده رهبری در سپاه در رابطه با تعهد ایران به مردم بحرین و عراق. به گزارش تکاندنده روزنامه اعتماد پیرامون بازار خرید و فروش کودک در تهران خواهیم پرداخت و در پایان سر میزنیم به استانبول و مهستان بختیاری ما را در جریان رخدادهای این کشور از لابلای روزنامه ها و رسانه های ترکیه قرار میدهد. با ما همراه باشید. در ادامه جنجال ها پیرامون عدم برگزاری رزمایش موشکی سپاه، مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت رزمایش های سپاه طبق برنامه های یگانی به پیش رفته و در طول سال انجام پذیرفته و میپذیرد. چند پیش 24 نماینده مجلس ایران در تذکر کتبی به حسن روحانی از او به علت عدم حمایت از برگزاری رزمایش های نظامی و موشکی انتقاد کردند. سردار رمضان شریف مسئول روابط عمومی کل سپاه برگزار نشدن یک رزمایش موشکی در تهران را رد کرد و گفت همه رزمایش های سپاه طبق برنامه های یگانی به پیش رفته و در طول سال انجام پذیرفته و میپذیرد. به گزارش روابط عمومی کل سپاه رمضان شریف افزود رزمایش های تخصصی و یگانی از برنامه های ثابت سالانه سپاه است و رزمایش های سپاه در چارچوب برنامه های ابلاغی سالانه و با جدول زمانبندی مشخص معمولاً به دو صورت تخصصی و نیز مشترک دریایی در طول سال 1392 انجام پذیرفته و تا پایان سال نیز تکمیل و به اتمام میرسد. وی در عین حال تصریح کرد بر اساس سیاست‌ها و تدابیر مورد نظر تعداد اندکی از رزمایش‌های سپاه بنا به ضرورت و با پیوست‌های رسانه‌ای پیش‌بینی شده با پوشش خبری همراه است که غالبا این گونه رزمایش ها شامل برنامه های مشترک بین نیروهای سگانه دریایی، زمینی و هوافضای سپاه و نیز بسیج می باشد. سخنگوی سپاه پاسداران ادامه داد برگزاری رزمایش از گزینه های مسلم و ثابت سالانه سپاه در عرصه آمادگی های یگانی بوده و رسانه شدن آن در چارچوب سیاست های دفاعی کشور و با هماهنگی و اخذ مجوز از مراجع ذی‌سلاح انجام می پذیرد. سردار شریف با رد برخی گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای تأکید کرد در آینده نزدیک اخباری از رزمایش سپاه به آگاهی ملت شریف ایران و افکار عمومی جهانیان خواهد رسید. سخنان این مقام سپاه در واکنش به نمایندگان تندروی مجلس است که چندی قبل گفته بودند حسن روحانی مانع از انجام رزمایش موشکی شده بود. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس جمهوری ایران ریاست شورای عالی امنیت ملی را بر عهده دارد که می تواند مجوز این رزمایش ها را لغو کند. دبیر این شورا در حال حاضر علی شمخانی وزیر پیشین دفاع ایران است. در همین رابطه چندی قبل نیز روح الله حسینیان نماینده مجلس گفته بود دولت حسن روحانی از سپاه پاسداران خواسته بود سفر یک هیئت نظامی به ایران را به تعویق بیندازد که این درخواست با مخالفت این سازمان نظامی مواجه شد. وی افسوده بود که سپاه نیز به حرفشان اعتنایی نکرده و فرمان آنها را زیر پا گذاشت و از هیئت نظامی برای سفر به ایران دعوت کرد. بر اساس برخی گزارش ها سپاه پاسداران از یک هیئت نظامی کره شمالی برای سفر به ایران و همکاری های موشکی دعوت به عمل آورده بود که به نظر می رسد این سفر انجام شده باشد. جمهوری اسلامی ایران در دهه 80 و به خصوص در سالهای دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد ده‌ها رزمایش موشکی و غیر موشکی که در آنها انواع موشک‌های خود را آزمایش می‌کرد برگزار کرد. هنگام برگزاری این رزمایش‌ها تنش‌های مقطعی و درگیری‌های لفظی میان ایران با آمریکا و اسرائیل افزایش می‌یافت. رزمایش پیامبر اعظم که در چند مورد و فواصل زمانی مختلف برگزار شد از بزرگترین این رزمایش‌ها بود. برنامه موشکی ایران یکی از اصلی ترین موارد نگرانی برخی کشورهای همسایه اتحادیه اروپا، اسرائیل و آمریکاست و شورای امنیت سازمان ملل متحد این برنامه را تحت تحریم قرار داده است.
با روی کار آمدن حسن روحانی اخباری غیر رسمی حاکی است که رئیس جمهور ایران مانع از برخی فعالیت‌های نظامی تحریک‌آمیز شده است. هفته گذشته انریکو لتا نخست وزیر ایتالیا اعلام کرد که از سمت خود استعفا می‌کند. این تصمیم پس از آن گرفته شد که حزب دموکراتیک که پیشتر حامی او بود اعلام کرد که از رقیب وی مایتو رنزی برای پست نخست وزیر حمایت خواهد کرد. بدین ترتیب با استعفای نخست وزیر کنونی ایتالیا باید در تدارک تشکیل سومین دولت در کمتر از یک سال باشد. دولت انریکو لتا توانست تنها 9.5 ماه دوام بیاورد. دفتر نخست وزیری ایتالیا اعلام کرد انریکو لتا روز جمعه استعفای خود را تسلیم ناپولیتانو رئیس جمهوری ایتالیا خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ماتئو رنزی رقیب نخست وزیر کنونی در نشست حزب دموکراتیک گفت ایتالیا نمیتواند در وضعیت بلا تکلیفی و بی ثباتی ادامه ی حیات دهد. ما به نقطه عطف رسیده ایم. شهردار فلورانس گفت مردم من و حزب دموکراتیک را متهم می کند که آرزوی بزرگ در سر داریم. من این را انکار نمی کنم. همه ما باید آرزوی بزرگ داشته باشیم، از من گرفته تا آخرین نفر حزب. در نشست حزب دموکراتیک انریکو لتا نخست وزیر شرکت نکرد. نخست وزیر ایتالیا گفته بود که ترجیح می دهد حزب مطبوعش با آزادی عمل در مورد حمایت یا عدم حمایت از وی تصمیم بگیرد. انتظار می رود رئیس جمهوری ایتالیا از ماتئو رنزی شهردار فلورانس برای تشکیل کابینه دعوت کند. ماتئو رنزی در ماه دسامبر به رهبری حزب دموکراتیک رسید. رنزی در سخنرانی گرد همایی حزب گفت که ایتالیا نیازمند این است که وارد یک فاز جدید بشود تا بتواند اصلاحات اقتصادی را به پیش ببرد. دولت کنونی ایتالیا با ائتلاف احزاب چپ میانه و راست میانه تشکیل شده بود، اما دولت از همان ابتدای تشکیلش وضعیت شکننده‌ای داشت. عمر دولت پیشین به نخست وزیری ماریو مونتینیز تنها 13 ماه دوام داشت. ایتالیا همکنون با یکی از بدترین بحران‌های اقتصادی و مالی دوران پس از جنگ جهانی دوم دست و پنجه نرم می‌کند. مخالفان نخست وزیر کنونی وی را متهم می‌کنند که نتوانست اصلاحات اقتصادی را به پیش ببرد. با وجود بحران سیاسی در سومین کشور حوزه یورو، این بار برخلاف سال گذشته این جابجایی در قدرت تأثیر چندانی بر بازارهای مالی نداشت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دور جدید مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در شهر وین را سخت و فشرده خواند، اما گفت که به باور وی چنانچه طرف مقابل از خود حسن نیت نشان دهد ظرف 6 ماه امکان رسیدن به توافق کامل وجود دارد. هدف از این دور مذاکرات یافتن راه حل نهایی برای برون رفت از بحران هسته‌ای ایران بر پایه توافق اولیه‌ای که تاکنون صورت گرفته است. در آستانه ادامه مذاکرات اتمی میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در وین، نخست وزیر اسرائیل این مذاکرات را به شدت مورد انتقاد قرار داد. به گزارش خبرگزاری آلمان، بنیامین نتانیاهو گفت صادقانه بگویم این فقط ایران بوده است که تاکنون از گفتگوها منفعت برده بدون اینکه خود چیز مهمی را بدهد. به گفته نتانیاهو تحریم‌ها علیه ایران کاهش یافتند و اقتصاد ایران توانسته از آن سود ببرد. نخست وزیر اسرائیل افزود که با این حال ایران همچنان سیاست تهاجمی خود را ادامه می‌دهد. از نظر نتانیاهو در ایران هنوز انسان‌های بیگناه اعدام می‌شوند و در خارج از مرزها ایران از اقدامات مرگبار رژیم سوریه حمایت می کند. در همین حال محمد جواد ظریف در گفتگوی با تلویزیون دولتی ایران دور جدید مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 در شهر وین را سخت و فشرده خواند. وی گفت با وجود سختی این دور از مذاکرات، اما اگر طرف مقابل از خود حسن نیت نشان دهد در 6 ماه نخست مذاکرات امکان رسیدن به توافق کامل وجود دارد. وزیر امور خارجه ایران افزود صحبت‌هایی که از روز سه‌شنبه در وین آغاز شد شروع مذاکراتی است که بر اساس تفاهم ژنو باید ظرف حداقل 1 سال به برنامه نهایی منتهی شود که در مرحله نخست 6 ماه خواهد بود. به گفته وی دستور کار مذاکرات و روش پیگیری موضوع از مسائلی است که قرار است در جلسه نخست مذاکرات راجع به آن صحبت شود. محمد جواد ظریف همچنین اضافه کرد
که ایران چارچوب‌هایی را برای انجام مذاکرات سازنده ضروری می‌داند و یکی از مسائلی که در این چارچوب جای می‌گیرد جلوگیری از انجام اقداماتی است که باعث بیشتر شدن شکاف بی‌اعتمادی میان مردم ایران و غرب شود. وزیر امور خارجه ایران گفت موضوعات دیگری که در این مورد از مذاکرات باید بررسی شود اقدامات نامناسب و صحبت‌های بی‌معنی است که تاکنون صورت گرفته است. جور نهایی مذاکرات ایران با آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه و آلمان از فردا به طور رسمی در مقر سازمان ملل در وین آغاز خواهد شد. در این راستا ماری هارف معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم اعلام کرد ما مذاکرات جامع را در وین آغاز می‌کنیم و دو نفر به هیئت آمریکایی اضافه خواهند شد. بر اساس این خبر وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا ریاست هیئت آمریکایی را بر عهده دارد. در همین رابطه عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران هم گفت که مذاکرات ساعت 11 صبح روز سه‌شنبه به وقت محلی در وین آغاز خواهد شد. ریاست تیم مذاکره کننده ایران را محمد جواد ظریف بر عهده دارد و تغییری در نفرات این تیم به وجود نیامده است. به گفته آقای عراقچی تنها یکی از مدیران سازمان انرژی اتمی ایران به تیم مذاکره کننده اضافه شده است. طبق برنامه قرار است محمد جواد ظریف شامگاه دوشنبه با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرده و شام کاری مشترک صرف کنند. در اظهار نظری مرتبط علی لاریجانی رئیس مجلس ایران هم با اشاره به این مذاکرات گفت مسئله هسته ایران از طریق حسن نیت متقابل و پایبندی به تعهدات قابل حل است. همچنین علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم ادعا کرده که آمریکا حق غنی‌سازی اورانیوم جمهوری اسلامی را به رسمیت شناخته است. وی گفته که امروز آمریکا پذیرفته است که ایران غنی‌سازی داشته باشد و تفسیر ساده این عبارت به معنای تسلیم آمریکا در برابر اراده جمهوری اسلامی ایران است. ادعای این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در صورتی مطرح شده که در توافقنامه ژنو اشاره سریع به حق غنی‌سازی اورانیوم از سوی جمهوری اسلامی نشده است. این توافقنامه از زمانی که امضا شده به اختلاف‌ها در جمهوری اسلامی به خصوص در میان محافظه‌کاران دامن زده است. گروهی از محافظه‌کاران و مقام‌های جمهوری اسلامی از این توافقنامه دفاع کرده و آن را یک پیروزی برای ایران می‌دانند و گروهی دیگر نیز امضای این توافقنامه را خیانتی بزرگ می‌دانند. در پی 7 سال تأخیر شرکت CNPC چین در توسعه میدان مشترک آزادگان جنوبی، وزیر نفت ایران اعلام کرد آخرین اخطار رسمی را به چینی‌ها داده است. 7 سال قبل این شرکت طی قراردادی توسعه میدان آزادگان جنوبی را بر عهده گرفت. تولید نفت این میدان در سال 87 به 25 هزار بشکه رسید و اکنون روزانه 50 هزار بشکه نفت از این میدان استخراج می شود. بیژن نامدار زنگن وزیر نفت ایران به کشور چین هشدار داد که دست از تأخیر در توسعه میدان آزادگان جنوبی بردارد. به گزارش اداره کل روابط عمومی شرکت نفت، آقای زنگنه گفت که این آخرین اخطار رسمی به کشور چین است. زنگنه گفت که احتمال اخراج چینی ها در صورت ادامه وضع موجود در توسعه این میدان وجود دارد. اخطار وزیر نفت ایران به کشور چین در حالی است که عراق به عنوان شریک نفتی ایران در این میدان مشترک آزادگان جنوبی از اواسط شهریور ماه سال جاری تولید نفت از این میدان مشترک را با ظرفیت 175 هزار بشکه در روز آغاز کرده است و به زودی این حجم به 400 هزار بشکه در روز خواهد رسید. عبدالرضا حاجی حسین نژاد مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت به تازگی درباره آخرین وضعیت پیشرفت اجرایی طرح توسعه میدان مشترک آزادگان جنوبی به خبرگزاری مهر گفته است که از مجموع 185 حلقه چاهی که باید بر اساس برنامه در فاز نخست توسعه این میدان مشترک تکمیل می‌شد تا کنون تنها 7 حلقه چاه حفاری شده است. این مقام مسئول در شرکت ملی نفت ایران با اعلام اینکه همکنون 5 دکل در میدان آزادگان جنوبی فعال است تصریح کرد که این در حالی است که قرار بود مطابق با قرارداد شرکت CNPC چین 25 دکل حفاری در این میدان مشترک نفتی مستقر می کرد. بر اساس برنامه تولید نفت از این میدان می بایستی در مرحله اول با 320 هزار بشکه
و در فاز بعدی این رقم به 600 هزار بشکه در روز برسد. با این حال حاجی حسین نژاد میگوید که پیشرفت فاز نخست توسعه این میدان مشترک نفتی با عراق 7% بوده است. خبرگزاری مهر می‌افزاید که همزمان با ادامه وقت‌کشی چینی‌ها در توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی، بیژن زنگنه وزیر نفت روز یکشنبه در نشست مشترک با رئیس جمهوری با انتقاد از عملکرد پیمانکار چینی طرح توسعه میدان نفتی آزادگان جنوبی گفت عملکرد شرکت چینی مطلوب ارزیابی نمی‌شود و اخطارهای لازم برای خلع این پیمانکار داده شده است. به گزارش مهر، شرکت پیمانکاری چینی در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز ایران در طول یک دهه گذشته تاکنون عملکرد خوبی نداشتند، به طوری که توسعه 3 میدان مشترک یادآوران، آزادگان شمالی و آزادگان جنوبی پیشرفتی لاک پشتی داشته که وضع توسعه آزادگان جنوبی بدتر از 2 میدان دیگر است. این گزارش میگوید که در همین حال قرار بود بهمن ماه 1392 تولید نفت از میدان یادآوران با افزایشی حدود 2 برابری با 50,000 بشکه در روز افزایش یابد که محقق نشده است. پیشرفت لاک پشتی و تأخیر چشمگیر چینی ها در میدان مشترک آزادگان جنوبی در حالی است که مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان بهمن ماه گفته بود که کارگران چینی که در میدان های نفتی آزادگان کار می کنند لاک پشت فراتی را شکار می کنند و می خورند. حمیدرضا لاهیجانزاده افسوده بود که کارگران چینی وزارت نفت این لاک پشت ها را در هورالعظیم یا تالاب بزرگ هویزه که یکی از بزرگترین تالاب های استان خوزستان است به شکل غیر مجاز شکار می کنند. چین یکی از کشورهای متحد ایران در حوزه برنامه اتمی این کشور است. اما چندی قبل یک نماینده مجلس گفت که چین در جریان تحریم ها خسارت نجومی به ایران زد. دومین دور مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در زمان ریاست جمهوری روحانی هفته گذشته در وین آغاز شد. آمریکا و 3 کشور اروپایی عضو گروه 5 به علاوه 1 نخستین روز مذاکرات وین را سازنده و در فضای کاری خوبی ارزیابی کردند. معاون وزیر خارجه ایران نیز شروع مذاکرات ایران و کشورهای غربی را خوب توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری ها دور اول مذاکرات ایران و 6 کشور غربی بر سر پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی به ریاست محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد. پیش از آغاز مذاکرات نمایندگان روسیه و چین با ظریف به صورت 2 جانبه دیدار و گفتگو کردند. ظریف همچنین با رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه اتریش و نیز یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی دیدار و گفتگو کرد. دور دوم مذاکرات نیز به ریاست عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران و هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد که پیش از آن نشست 4 جانبه نماینده ایران با نمایندگان آلمان، انگلیس و فرانسه برگزار شده بود. همچنین عباس عراقچی و وندی شرمن نمایندگان ایران و ایالات متحده آمریکا به صورت 2 جانبه مذاکره کردند. دور اول مذاکرات کمتر از 1 ساعت و دور دوم حدود 2 ساعت طول کشید. در این دور از مذاکرات طرفین برای تعیین دستور کار و چارچوب مذاکرات برای گام نهایی گفتگو می کنند که به گفته عراقچی تعیین دستور کار گام بزرگی است. در همین حال هیئت نمایندگی آمریکا در وین نخستین روز مذاکرات هسته‌ای با هیئت ایرانی را سازنده توصیف کرد. نمایندگان اتحادیه اروپا نیز گفتند که این مذاکرات در فضای کاری مطلوبی صورت گرفته است. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران هم درباره مذاکرات میان ایران و 5 به علاوه 1 گفت شروع مذاکرات در حد 2 سخنرانی کلی و عمومی توسط کاترین اشتون و محمد جواد ظریف خوب بود. وی افزود که این مذاکرات در ادامه به مباحث کارشناسی تبدیل شد. مذاکرات ایران با کشورهای 5 به علاوه 1 قرار است تا روز 5 شنبه یعنی 20 فوریه ادامه یابد. امروز 4 شنبه نیز گفتگوها در سطح کارشناسان صورت خواهد گرفت. نشست وین در واقع نخستین دور از مذاکرات طرفین برای دستیابی به چارچوب توافقی جامع و نهایی در مورد یافتن مکانیزم ها و سازکارها برای تضمین صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران و در نهایت رفع تحریم ها علیه این کشور است.
پیشتر ایران و کشورهای پنج به علاوه یک در سوم آذر توافقنامه موقت شش ماهه‌ای موسوم به برنامه اقدام مشترک را امضا کردند که بر اساس آن ایران بخش‌هایی از برنامه هسته‌ای خود را متوقف کرده و در مقابل برخی تحریم‌های اعمالی علیه این کشور به طور موقت تعلیق می‌شود. این توافقنامه موقت از تاریخ 20 ژانویه به طور رسمی اجرایی شد. علی سعیدی نماینده خامنه ای در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم گفته است 24 سال است که امام فوت کرده و ما باید در مسائل به رهبری مراجعه کنیم. آقای سعیدی گفته است ما نمی توانیم از مردم بحرین و عراق دست برداریم چرا که امروز مرز ما شلمچه و مهران نیست بلکه ساحل مدیترانه است و تو آمریکای لاتین هم می رود. به هشدار داده هیچ رئیس جمهوری حق ندارد به اصول حمله کند. علی سعیدی نماینده خامنه‌ای در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه گفته است همه باید توجه کنند که عصر رهبری با عصر خمینی متفاوت است و دوره خامنه‌ای سخت‌تر از آن زمان بوده است. سعیدی افسوده بخشی از این تفاوت‌ها در مرزها و مفاهیم است و مفهوم جنگ نرم در زمان خمینی نبود و فقط جنگ سخت مطرح بود. زیرا جنگ نرم وجود خارجی نداشت و شبیخون و ناتوی فرهنگی مختص زمان خامنه ایست. در زمان امام ماهواره و اینترنت نبوده و چگونه می خواهید از احکام امام مسائل مربوط به این موارد را درآورید؟ و امروز برای اینکه بگوییم ماهواره جایز است یا خیر باید به رهبری مراجعه کنیم و اینکه وقتی مرز ما تغییر کرده به چه مجوزی مرگ بر آمریکا را برداریم؟ آنقدر متغیرهای پیچیده ای امروز وجود دارد که باید به رهبر حی و حاضر مراجعه کرد، اما آقایان واسطه را حذف می کنند. نماینده خامنه ای در بخش دیگری از سخنان خود هم گفت ما طرفدار فقه پویا هستیم و اینکه برخی آقایان می گویند ببینیم امام راجع به مرگ بر آمریکا چه می گوید در حالی که امام 24 سال قبل فوت کردند. در این صورت متغیرها را چه می کنیم؟ در حالی که مرز ما گسترده شده است و آن روز شلمچه و مهران مرز ما بود و امروز ساحل مدیترانه مرز ماست. وی افسود بحث امروز ما با آمریکا بحث هسته‌ای نیست. آنها میگویند چرا از مردم بحرین و عراق حمایت میکنید؟ مگر ما میتوانیم از آنها دست برداریم؟ ما در مورد غزه و حزب الله هم با آمریکا حرف داریم و مرز ما تا آمریکای لاتین هم میرود. علی سعیدی در پایان هم گفت برای مردم باید بگویم که این انقلاب اسلامی بر اساس اصول بوده و هیچ رئیس جمهوری حق ندارد به اصول حمله کند. در جمهوری اسلامی به چه جرأتی کاندیدها به ساختار نظام ولایت حمله می کنند و آنها هنوز این نظام را نمی شناسند و نمی دانند حق تصرف را ندارند. هفته گذشته روزنامه اعتماد گزارش تکان دهنده ای از خرید و فروش کودک در تهران منتشر کرد. این روزنامه نوشت که در محله دروازه غار تهران بازاری مانند وال استریت وجود دارد با این تفاوت که در آنجا بچه تجارت می کنند. کودکانی که از 100 هزار تومان تا 5 میلیون تومان خرید و فروش می شوند. روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان بازار بچه فروشان به خرید و فروش گسترده کودکان در دروازه غار تهران اشاره کرده است. در این گزارش آمده این بازار مانند وال استریت است با این تفاوت که اینجا با بچه تجارت می کنند. مسعود یک مددکار اجتماعی که در دروازه غار کار می کند به روزنامه اعتماد گفته است که سال گذشته در این محله خانه ای را یافته که حدود 40 تا 50 کودک در آن نگهداری می شدند. این مددکار اجتماعی درباره این خانه گفته هر روز صبح عده‌ای می آمدند و این کودکان را اجاره می کردند و دوباره آخر شب آنها را بر می گرداندند. از 100 هزار تومان تا 5 میلیون تومان قیمت کودکانی است که بنابراین گزارش در دروازه غار خرید و فروش می شوند. در این گزارش آمده است اینجا دروازه غار است، ناف تهران. سوار مترو که شوی کمتر از یک ساعت به ایستگاه شوش می رسی و چند قدم پیاده که بیایی جایی سر در می آوری که انسانیت دود شده و به هوا رفته است. صبحها خلوت و شبها از زمین بچه می جوشد. نه عاشق می شوند نه کودکی می کنند. وقتی به سن 12-13 سالگی می رسند باید ازدواج کنند و بچه دار شوند. این چرخه زندگی کودکان برده است. ازدواج این بچه ها هیچ جایی ثبت نمی شود. نامشان هم جایی ثبت نمی شود. گویا روح هستند.
برده هایی که فقط برای کار زاییده شدند. آنطور که در این گزارش آمده، از این کودکان برای کار کردن استفاده می شود. در ادامه این گزارش درباره این کودکان کار آمده، آنها از صبح کار می کنند تا شب تا پدرها و مادرهای جلی یا پدرها و مادرهای خودشان با خیال راحت مواد بکشند. کارگرانی که اگر خوب کار کنند، خریداران فراوانی دارند. در هفته های اخیر خبرگزاری مهر نیز در گزارشی با عنوان رونق بازار خرید و فروش کودکان متکدی از کاهش سن گدایی در تهران خبر داده بود. آمارهای غیر رسمی تعداد کودکان کار را در ایران 7 میلیون نفر تخمین می‌زنند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تقریباً 2 سال پیش تعداد کودکان کار در ایران را 3 میلیون و 200 هزار نفر اعلام کرده بود. هفته گذشته روسیه برای میانجیگری میان ایران و عربستان سعودی به منظور بهبود روابط میان دو کشور اعلام آمادگی کرد. در سالهای اخیر اختلاف میان ایران و عربستان سعودی بالا گرفته است. اوج این اختلاف‌ها بر سر بحران سوریه است. در حالی که ایران از نظام بشار اسد رئیس جمهوری سوریه حمایت می‌کند، عربستان سعودی پشتیبان مخالفین اوست. روسیه برای میانجیگری میان ایران و عربستان سعودی اعلام آمادگی کرد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در این خصوص گفت که مسکو از هر گونه تماس و گسترش روابط میان ایران و عربستان سعودی استقبال می‌کند. لاوروف که در سومین نشست گفتگوهای استراتژیک وزرای امور خارجه روسیه و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در کویت سخن می‌گفت، افزود امیدوار هستیم که گفتگو میان ایران و عربستان سعودی ادامه دار باشد. او همچنین با اعلام آمادگی مسکو برای میانجیگری میان ایران و عربستان سعودی گفت اگر شرکای ما در سعودی و ایران ببینند که این به سود آنهاست و از دیدگاه آنها گفتگو نیاز به کمک خارجی با مشارکت ما دارد، ما تعاملی مثبت در این زمینه خواهیم داشت، اما خود را تحمیل نخواهیم کرد. لاوروف پیش از این در یک مصاحبه با یک روزنامه روسی ادامه اختلاف میان عربستان سعودی و جمهوری اسلامی را عامل شکاف خطرناک در جهان اسلام میان سنی ها و شیعیان دانسته بود. با این حال به تازگی نشانه هایی از بهبود روابط میان تهران و ریاض هم به چشم می‌خورد. روز یک شنبه 27 بهمن سفیر جدید عربستان سعودی در تهران رونوشت استوارنامه خود را تقدیم محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کرد. ظریف در این دیدار با اشاره به اولویت جمهوری اسلامی به خصوص اهتمام دولت جدید در توسعه و گسترش روابط با همه کشورهای همسایه و مسلمان به ویژه عربستان سعودی بر جایگاه و نقش دو کشور بزرگ و مسلمان در منطقه و جهان تاکید کرد. ظریف همچنین روابط تهران و ریاض را در عرصه دو جانبه روابطی مبتنی بر عناصر و مبانی همسایگی و مشترکات دینی و فرهنگی خوب توصیف کرد. او با اشاره به فرصت‌ها و چالش‌های موجود در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی و زمینه‌های همکاری مشترک در راستای مصالح و منافع دو کشور، روابط خوب بین ایران و عربستان سعودی را به عنوان دو کشور مهم و مؤثر را به نفع دو کشور، منطقه و جهان اسلام و همه دنیا دانست و تأکید کرد باید با نگاهی واقع‌بینانه رو به جلو حرکت کنیم. عبدالرحمن بن قرمان الشهری سفیر جدید سعودی در تهران نیز در این دیدار با تاکید بر استقبال مجموعه کشورهای منطقه از جمله مقامات عالی رتبه کشورش از رویکرد و تعامل سازنده تهران از زمان آغاز ریاست جمهوری حسن روحانی ایران و عربستان را دو کشور بزرگ در منطقه توصیف کرد. در همین حال رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران میگوید نشانه هایی در دست است که عربستان سعودی در حال تجدید نظر در سیاست های داخلی و خارجی است. سرلشکر حسن فیروزآبادی با اشاره به تغییر شاهزاده بندر بن سلطان رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی گفت دوران حمایت عربستان سعودی از تکفیری‌های به گفته وی تندرو و متعصب به پایان رسیده است. اختلاف‌ها میان ایران و عربستان سعودی بیشتر بر سر بحران سوریه است. اخیراً نیز عربستان سعودی با حضور جمهوری اسلامی در کنفرانس بین‌المللی صلح سوریه که ماه گذشته در ژنو برگزار شد مخالفت کرد. مخالفت ائتلاف ملی اپوزیسیون سوریه طرف مذاکره کننده با دولت این کشور در ژنو که از پشتبانی عربستان سعودی برخوردار است باعث شد سازمان ملل متحد دعوت از جمهوری اسلامی را برای حضور در کنفرانس پس بگیرد. بحرین
یکی دیگر از زمینه‌های اختلاف میان ایران و عربستان سعودی است. عربستان سعودی از دولت سنی مذهب بحرین حمایت می‌کند و این در حالی است که ایران حامی معترضان در بحرین است. ریاض و منامه جمهوری اسلامی را به تحریک اعتراض‌ها در بحرین متهم می‌کنند. پرونده اتمی ایران یکی دیگر از موارد میان اختلاف میان دو کشور است. پیش از انعقاد توافقنامه موقت اتمی میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 در 3 ماه پیش، مقام‌های سعودی بر ضرورت فشار جامعه جهانی بر تهران به منظور جلوگیری از دستیابی ایران به جنگ افزارهای اتمی تاکید می‌کردند. پایان بخش برنامه این هفته گزارشی است از مهستان بختیاری، خبرنگار ما در استانبول، که نگاهی داشته به مهمترین تحولات ترکیه از نگاه رسانه‌های این کشور. در طی یک سال گذشته دولت در ترکیه طرح‌هایی رو اجرا کرده و یا لوایحی رو به پارلمان پیشنهاد داده و در اونجا تصویب کرده که واکنش‌های زیادی رو این طرح‌ها و لوایح در میان احزاب منتقد، گروه‌ها و شخصیت‌های مخالف در پی داشته. یکی از عمده‌ترین مسائلی که احزاب مخالف و گروه‌های منتقد در این زمینه عنوان می‌کنن این هستش که دولت برائت خاص خودش رو از قانون اساسی داره و اغلب طرح‌ها و لوایحی رو که در این زمینه اجرا میکنه مخالف با روح قانون اساسی و دستاوردهای سکولاریسم در ترکیه هستش و یا بعضن آزادی‌های مندرج در قانون اساسی رو نادیده میگیره. منتقدین دولت رو به اقتدارگرایی در این زمینه متهم میکنن و عنوان میکنن با توجه به اینکه در واقع حزب عدالت و توسعه، مهمترین حزب حامی دولت که خود دولت از این حزب برآمده، در پارلمان ترکیه اکثریت کرسی ها رو در اختیار داره، دولت هم از همین پتانسیل استفاده میکنه و سعی میکنه که دیدگاه خاص خودش رو در قالب طرح ها و لوایح به پارلمان ارائه بده و اونها رو تصویب بکنه. از طرح لغو ممنوعیت حجاب در مدارس و ادارات دولتی ترکیه گرفته تا طرحهای اخیر همچون نظارت دولت بر سایت های اینترنتی و حتی همین هفته گذشته تصویب لایحه تحت عنوان نظارت وزیر دادگستری بر قضات و محاکم قضایی، همه و همه طرحهایی بودند که در یک سال گذشته جنجال زیادی رو در پارلمان ترکیه به پا کرد و حتی منجر به درگیری فیزیکی میان نمایندگان موافق و مخالف شد. طرح جدید دولت در این هفته که به تصویب اکثریت نمایندگان در پارلمان ترکیه رسید، در واقع بر این موضوع استوار هستش که قضات دادگستری و محاکم قضایی که بیشتر از این از استقلال رأی و عمل برخوردار بودن، از این پس باید فعالیتاشون تحت نظر وزیر دادگستری قرار بگیره. هر گونه عزل و نصبی و تغییر و تحولی در میان قضات دادگستری و محاکم قضایی با نظارت وزیر دادگستری باشه. حتی در این طرح اشاره شده دولت در مواردی، وزیر دادگستری در مواردی میتونه قضات و پلیس رو تحت تعقیب هم قرار بده. اجرای این طرح همونطور که گفتیم در پارلمان ترکیه جنجال بسیار زیادی رو به همراه داشت. بیش از 20 ساعت وقت پارلمان در این هفته تنها به همین موضوع اختصاص پیدا کرد. بحث و جدل ها و گفتگوها و در نهایت درگیری های فیزیکی میان نمایندگان. یکی از عمده ترین مسائلی که مخالفین در پارلمان در تصویب این طرح عنوان میکردن، از جمله نماینده حزب خلق جمهوری ترکیه، این هستش که تصویب این طرح اساسا استقلال قضایی در ترکیه رو از بین میبره. ولی در نهایت هرچند که این طرح به هر حال با بحث و جدل های زیادی در پارلمان ترکیه به همراه بود و هرچند که به هر حال در این زمینه درگیری فیزیکی منجر شد که انگشت یکی از نمایندگان موافق شکسته بشه و نماینده حزب خلق ترکیه با بینی شکسته راهی بیمارستان بشه، در نهایت همونطور که انتظار می رفت این طرح در پارلمان با اکثریت آرا به تصویب رسید. خب به هر حال پارلمان و اکثریت کرسی های پارلمان در اختیار حزب عدالت و توسعه، حزبی که دولت از اون برآمده هستش. البته برای تصویب نهایی این طرح باید این طرح به امضای آقای عبدالله گل ریاست جمهوری برسه. خود آقای عبدالله گل مشخصا در مورد این طرح و طرح هفته پیش، یعنی طرح دولت مبنی بر نظارت بر سایت اینترنتی، گفته که دیدگاه و نظرات خاص خودش رو داره. در این طرح اشکالاتی در یکی دو بندش وجود داره که باید اصلاح بشه و برطرف بشه. بسیاری از منتقدین به ویژه در مورد تصویب لایحه اخیر دولت مبنی بر نظارت وزیر دادگستری بر محاکم قضایی عنوان می‌کنند که
تصمیم دولت برای پیشنهاد چنین طرح‌های بی ارتباط با تحولات اخیر ترکیه نیست. به ویژه همین طرح رو بیشتر مرتبط میدونن با باز شدن پرونده فساد مالی در ترکیه. منتقدین اعتقاد دارن با توجه به اینکه دولت آقای رجب طیب اردوغان بر این باور هستش که بخش بزرگی از دستگاه قضایی و پلیس ترکیه در سیطره و نفوذ شبکه گولن هستش و اونها از این طریق به دولت فشار میارن، بنابراین دولت هم با تصویب چنین لایحه‌ای سعی میکنه که از گسترش و نفوذ شبکه گولن در دستگاه قضایی و پلیس جلوگیری بکنه. البته همونطور که گفتیم این طرح در داخل ترکیه واکنش‌های زیادی رو به همراه داشت و مخالفان زیادی از احزاب گوناگون نسبت به این موضوع اعتراض داشتن. در خارج از ترکیه هم شاهد بودیم بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری و سازمان‌های بین‌المللی و حتی اتحادیه اروپا نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کردن. حتی در سفر اخیر آقای رجب طیب اردوغان به اتحادیه اروپا و کشور آلمان هم شاهد بودیم که مقامات ارشد اتحادیه اروپا ابراز نگرانی کردن از این موضوع و عنوان می‌کردن با توجه به اینکه هدف ترکیه پیوستن به اتحادیه اروپا هستش، اجرای این طرح و تصویب چنین قوانینی در ترکیه اساسا مغایر به آرمان‌های اتحادیه اروپا هستش. ولی به هر حال همونطور که گفتیم به نظر میرسه که این طرح رو دولت آقای رجب طیب اردوغان همچون طرح‌های قبلی که جنجال بسیار زیادی رو هم داشت مصمم هست که پیگیری بکنه، هرچند که به هر حال منتقدین در داخل و احزاب مخالف در این زمینه با دیده تردید و نگرانی به اجرای چنین طرح‌هایی در ترکیه نگاه میکنن. با این گزارش به پایان برنامه این هفته ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت می‌رسیم. بسیار سپاسگزارم که ما را تا انتهای برنامه همراهی کردید. این برنامه ساعت 7 بعد از ظهر روزهای شنبه به وقت تهران و 3:30 بعد از ظهر به وقت لندن پخش می‌شود. اگر موافق به دیدن پخش زنده آن نشدید، این برنامه همراه با برنامه‌های دیگر ما را می‌توانید در وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا هم دنبال کنید و از همین طریق و همچنین ایمیل ما که بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شده می‌توانید پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید. منتظر نظرات شما هستیم. تا برنامه دیگر شاد و سربلند باشید.